بله بنده عزیز، خدمت شما هستم. از ادامه برنامه سفره نور، همونطور که قبلا اشاره کردم بخش اول برنامه هست، خدمت شما هستیم. آقای صالح، محمد عارف جان صالح، یک تن از نرس های شفاخانه ویژه هرات رو با خود داریم. خواستیم با ایشان هم صحبت داشته باشیم. قبل از اینکه من سوال داشته باشم، جناب آقای صالح خیلی خوش آمدید میگم در برنامه و عرض سلام دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید در برنامه. زنده باشیم. من به نوبه خود سلام و عرض و ادب دارم خدمت شما، همکاران شما در پشت صحنه و بینندگان محترم تلویزیون اسلام. علیکم سلام و رحمت الله. بیننده عزیز، در شب و روزهایی که دغدغه کرونا از ابتدا ما داشتیم تا این دم و هنوز معلوم نیست که تا چه وقت، واقعا کسانی که در بخش های صحی کار میکنن افتخار میآفرینن. یعنی هر روز کاریشان مانند اینه که در خط اول جنگ قرار دارن و با دشمن رو در رو مقابله میشن. آقای صالح هم یک تن از کسانی هستند که در این شب و روزهایی که قرنطین هست، همه ما و شما در خانه و جای دیگر خود را محفوظ کردین و در قرنطین هم نگه داشتیم، اما نرس های عزیزمان و دکتر صاحبان محترممان همیشه در حالت آماده باش بودن و در وظیفه حاضر بودن و اجرای وظیفه انجام کردن، که این ادای مسئولیت و ادای مسئولیت چه که افتخار است برای همه و افتخار میآفرینن. من میخوایم از آقای صالح پرسان بکنم که در شب روزهایی که قرنطین بود آیا وظیفه میرفتن؟ وظیفه کجا هست؟ چه کارهایی دارن؟ چه خدماتی برای مردم ما، برای مردم رنج دیده ما ارائه دارن؟ میفهم میشه آقای صالح معلومات بدین؟ تشکر. به قسمت سوال شما عرض کنم که نه، به نسبت مشکلی که فکر کنیم به سطح جهان یک ویروس مهلکی در جهان به وجود آمد که همون ویروس کرونا، با وجود از اینکه از کشور چین شروع شد، متاسفانه دامنی از این گسترش یافت و کشور ما هم رسید و در قسمت مریضانی که ما سرکار داریم، بیشتر مریضان بخش جراحی عصبی شفاخانه عصبی و خود بحث قرنطین که هست، مریضان ما بیشتر سرکار داریم، مریضان چون مریضان تصادفیه و مریضان کووید 19 یا مریضان ویروس کووید 19 که بخش از او به شفاخانه شهیدیه، اونجا بیشتر همکارا ما هستن و ما هم در پلوی از او همکارا خود به بخش جراحی عصبی ایفای وظیفه میکنم. بسیار نیک. من آقای صالح میخواستم یه برنامه بگیرم. در اون روزهای قرنطین هم وظیفه حاضر بودین، وظیفه انجام میدن؟ یعنی که شما هم به قرنطین رفتین، به رخصتی رفتین، چگونه؟ نه، به بخش قرنطین که بود فقط همکارانی که متاسفانه بعضی همکاران ما به ویروس کووید 19 گرفتار شدم، اونا به قرنطین رفتم و ما که به اونجا کار میکردیم فعلا ایفای وظیفه میکنیم و همه روزه به سر وظیفه خود میریم و کارهای خود انجام میدیم. بسیاری. و او دغدغه و تشویش هست دیگه، چون مریضا از گوشه و کنار شهر ما و شما میاین، شاید از ولایت دیگه هم با شما مراجعه بکنن و ویروس کرونا هم فهمیده نمیشه، شاید ناقل ویروس باشن، درسته؟ بله. او دغدغه در وجود هست، با آن هم شما در وظیفه حاضر بودین دیگه. بله، چون وظیفه و نمیشه که فکر کنیم به این به مسابقه از این میشه که ما به خط اول نبرد باشیم و به اسنای فکر کنیم به جنگ وظیفه را کنیم، این فکر کنیم خودی و یک گناه بزرگه. ما به اون نوبه با وجود از اینکه تشویش هایی هست که بعضی اشخاصی هستم که هیچ علائم ویروس کرونا در وجود اینا نیه، اما شاید ناقل سالم باشم که انتقال بدم برای بعضی اشخاص، ما هم مجبوریم به نظر به امو تعهدی که به وظیفه خود کردیم، مجبوریم که سر وظیفه بریم و ایفای وظیفه کنیم. انشاءالله که موفق باشیم. جناب آقای صالح، خود شما چقدر دغدغه داره مینیسه کسی که در قسمت خود شفاخانه وظیفه داریم و کار میکنیم در پلوی دکتر صاحبا و همکارا دیگر خود، چقدر تشویش و دغدغه ویروس رو داشتیم و دارین؟ خب از حقیقت تیر نشیم، دغدغه عقدی ویروس با وجود از اینکه تمام مردم رو تشویش ساخته، ما هم نظر به اینکه انسانیم و
از وظیفه خود به هر حالتی که هسته مجبوریم وظیفه را انجام بدیم، اما دغدغه از این ویروس هست که مبادا خود ما یا اعضای خانواده ما بیشتر پرسنل شفاخانه یوزوی که هست ترس یا حراس از این داردم که اعضای خانواده اینا گرفتار نشم. ما بعض وقتا تشویشی چیزی هست که شاید یک دم ناقل سالم نباشیم که انتقال بدیم به خانه خود. به اون واسطه که برادرها از همه دوستا خواهشمندیم که به حق ما در این وقت دعا بکنم که خداوند ما را حفظ کنه و جمیع اهل اسلام. بله بسیار نیک. واقعا این تشویش هست در هر جا و این در روزهای اخیر متاسفانه آمار بیشتر شده و ما باید بیشتر توجه بکنیم. هرچند در ابتدا قرنطینه خوب داشتیم، ولی بنابر مشکلات اقتصادی و عدم امکانات در داشتن فامیل ها به خاطر ادامه زندگی ناگزیر هستم که از خانه بیرون بشن و ما ناگزیریم که قرنطینه به اون شکلی که باید باشه نداشته باشیم. از این نگاه باید ما در قسمت امو رعایت اصول بهداشتی خیلی توجه بکنیم. این گزینه خوب است. ما میخواییم جناب آقای صالح معلومات بدن. حالا فرض کنیم که قرنطینه نیسته، ما دقیقا چنین چیزیه، بهترین گزینه که مردم باید او رو تعقیب بکنن و بهترین راه که مردم باید تعقیب بکنن یا راهکاری که از طرف صحت عامه مطرح میشه چی است؟ خب الحمدلله همه ما و شما مسلمانیم، نظر به فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتم به کسی که اطهور شطر الایمان یا نظافت نصف ایمان و بعضی جا نظافت جزی از ایمانه، همون نظافت فردی که ما خود ما انجام بدیم میتونیم که با این ویروس مقابله کنیم. در غیر از او، بغیر از فکر کنیم موضوعی کرونا باشه، در غیر از او میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگم که اگر کسی چون به او وقت جوی آب روان بوده، گفتم اگر کسی روز پنج مرتبه وضو بگیره آیا بره دست روخ بشوره آیا به وجود از او چرکی میمانه؟ صحابه عرض کردم نه خیر، گفتم وضو گرفتن هم همین طور هست. خب حالا فکر کنیم ما ایر بیاریم به بالای ویروس کرونا که خود نظافت در بس از او جلوتر از او هم فکر کنیم یک روز به نام روز دست شستن داشتم. ما و شما الحمدلله باید این روز خود ما ایر به اسلام ربط بدیم، به 1400 سال پیش که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نظافت گفتم که کسی باید نظافت خود مراعات کنه و چی کنه. انا را به موضوع خود ویروس هم که هسته ما باید نظافت فردی مراعات کنیم و دستای خود را بشوییم و خود همی وضو گرفتن هم که هسته همی خودی هم یک نظافت فردیه که ما انجام میدیم. بسیار نیک. دقیقا قبلا هم باید ما چنین نظافت می داشتیم متاسفانه، اما اصول شرعی که برای ما شما گفته دین گفته و از طریق قرآن کریم سنت و اقوال صحابه برای ما رسیده ما مراعات نکردیم. جناب آقای صالح میخوام کمی خودمانی تر صحبت بکنم، آیا اتفاق افتاده که مریض برای شما مراجعه بکنه بعد سرفه کرده باشه یا عطسه داده باشه شما فرار کرده باشه پیشیو؟ به خاطری بود یکی از همکارم و به بخش اتاق آجیل که اول از اون همکارم و بخش ترینی های بخش جری عصبی به بخش آجیل بودم. خب اینا مریض معمولا جری عصبی به طبق دومه، اینا مریض روان کردم برای همکار دیگه که به بخش اینا بودم، زنگ زده بودم که فلانه مریض از بخش از چی آمده، از ایران آمده، این علایم هم داره. خب ما هم خبر نداشتم، برفتم به مریض آوردم. طبق معمول مریضی که از اتاق آجیل میای اول ما او چک میکنیم از لحاظ ABCD که اصطلاح طبیه که ما اول سعی میکنیم که نظر
به علائم یا چی رقم هست این مریض چی اعراض و علائم داره. خب رفتم مریض ارسه کردم از او پرسان کردم و چی کردم. خب با وجود از اینکه ماسک هم داشتم به سرحد نزدیک شدم به مریض که فکر کنیم اندازه بین ما و از او شاید 20 سنتی هم فاصله بیشتر نبودک. بعد از او رفتم مریض ارتح کردم به بالی بستر از او. خب دیدم در تهر همکار ما میگه که این مریض از بخش از ایران آمده، از کمپ آمده بوده، کمپ مهاجرین. خب آنقدر برای ما تشویش ایجاد شد که چی حالت میشه، چی کار میشه. خب خوشبختانه که بعدا سعی کردیم که این مریض نبوده، یک مریض دیگه بوده که برای ما خبر داده بوده. شما خبر بعد تشویش شده دیگه، بعد دقیقا قابل تشویش هم هست به خاطر اینکه تا به سرحد که من از خود پرسان کردم که گفته که من از مهاجرا شیده ای بوده. ما فکر کردم از مهاجرا ایرانه که تازه از ایران آمده. خب وقتی که سعی کردم با خودی صحبت کردم، بعد از به همو اسنایی که این حالت شد، چون ما مریض که میایم مستقیم باز دوا نوشته میکنن که باز میایم دوا اینا کار میکنیم، به سرحدی بود رفتم آینک زدم و بعد از او همو وسایل بیشتر چی کردم، دو دستکش به دست آف کردم در تر یا که پایوازی آمد، از پایواز پرسان کردم سعی کردم که خوشبختانه او نبود اگر از ایران. بسیار نیک و انشالله که این دغدغه کرونا برطرف شد. جناب آقای صالح، ما و شما دیگه تشویش را نداشته باشین. حالا هر یک اگر او هم مریض باشه، از هموطن ما و شما است، مشکل به جامعه خود ما و شما است. ما از الله پاک میخواییم که کسانی که اگر مبتلا شدن، خداوند پاک شفای عاجل عطا بکنه برشان، و کسانی که مبتلا نشدن الله پاک اونا رو حفظ بکنه و از گزند روزگار در امان نگه داره. جناب آقای صالح، من میخواییم پرسان بکنم که آیا همکارا در شفاخانه در زمانی که کرونا ایجاد شد، یعنی به وجود آمد و اینجی علائم ثبت شد یا واقعیت ثبت شد، بعد شرایط تغییر دادن، نوع برخورد با خود همکارا با داخل اتاق که شما نوکری والیم شب حتما روز کار میکنین، موارد در تغییرات ایجاد کردیم نکردیم چگونه، یعنی که هنوز هم خود همکارا با هم دیگر دست میدن، با هم دیگر بغل کشی دارن، و در قسمتی که با هم صحبت میکنن دیگه اون فاصله و نمیفهمون موارد دیگر مراد نمیکنین؟ نه، متاسفانه بگیم که از وقتی که ویروس آمده ما حتی همکارا با تالک باغوش نگرفتیم. صبح وقتی که میرفتیم فکر کنیم خودی هم مسافیه میکردیم، اما از وقتی که ویروس اومده بخصوص همکارای ما که به بخش شفاخانه کوید 19 کار میکنن، وقتی که ما اونا رو میبینیم ما بیشتر عراض داریم از اینا. اونا که میبینیم کم یا بیشتر فاصله میگیریم نسبت به این همکارا دیگه. خب منتها موضوع فاصله و خود بخش امو رعایت لوازم بهداشتی که به حساب دستکش اینا هسته، ما کوشش میکنیم که به همون حالت هم هستیم، خودی همکارا اینا وقت مسافیه نمیکنیم، در ارتباط نباشیم به خاطر که مبادا انتقال پیدا بکنه. جناب آقای صالح، میخوام پرسان بکنم که حالا ویروس شاید گم بشه، برطرف بشه، غیر از ویروس کدام خاطره دیگه هم از خود کار می نویسه نرس در شفاخانه یوزوی داریم؟ خب زندگی بی خاطره نیه، باز به خصوص به شفاخانه یوزوی خاطرات تلخی هم هسته، خاطرات شیرینی هم هسته. خاطرات شیرینی می بوده که مریضایی بوده که مراجعه کردم با حالتی بودم که ما فکر نمی کردیم که این حیات دیگر برای از این باقی باشه. منطور نظر به امو تعهدی که به وظیفه همکارا همکارا داشتیم انجام دادیم. مریض بعد از این که کارهای طبی برای انجام میشه، بعد از چند روز میبینیم مریضی که اصلا گمانی نمیکردیم میبینیم مریض صحتیاب میشه. خب خاطرات تلخی و لازم نیه که بیان کنیم یا حتی
بعض وقتا میشه که بعض پایوازا میایم، به خصوص بخشایی که مریضا اینا حادثات ترافیکی بیشتر به این موارد رخ میده، بعض اینا میایم سراسیمه میشم که از امرو مریض ما چکار میشه و ما برای دوا رای میکنیم اینا که برین دوا بیاریم دوایی که لازمه. میایم بیشتر میبینیم جنجال میکنم که چرا این رقم شد، چکار شد، چرا مریض ما این رقم میشه. خب باز خوشبختانه بعض اینا احساس دارم بعد از اینکه مریض اینا صحتیاب میشه درتر یا بدتر میایم یا معذرت خواهی میکنم یا میایم میگم که ما اونجا مشکل داشتیم، ما بیامدیم خیلی احساساتی بودیم. بالاخره خوشبختانه خوبه که بیشتر اینا معذرت خواهی میکنم. یعنی پی میبرم که واقعا شما زحمت میکشیم، مصروف کاریم، سرانگاری یا غفلت نشده دیگه. بله خب موضوعی هست که اینا بیشتر وقتی که میایم سیل میکنم، دم وقت اول میایم میگم که شاید وظیفه باشه مثل دیگه وظیفه، اما وقتی سیل میکنم وظیفه طبی این وظیفه که به صحنه جنگیم اونقدر خطرناکه، بعد پی میبرم که این نسبت به وظیفه ها دیگه فرق میکنه و تا آخر سعی میکنم که ما از لحظه که به دیگه مریضا سرکار داریم و بعد از آخر سعی میکنم که والله خیلی مشکله. بله انشالله که موفق باشیم جناب آقای صالحی. ممنون آقای صالحی. من میخواییم پرسان بکنم که حالا بحث کاری شما در شفاخانه دیگه کدام بخش ها مصروفیم، فعالیتی داریم، همکاری در قسمت های کارهای خیریه، در قسمت های نهادهای خیریه و جای دیگر، کدام جای دیگر مصروف هستیم؟ خب بعد از وقت که هست ما پهلوی رشته نرسینگ رشته انستیزی را موفقانه سپری کردم ماشاءالله و به پهلوی از او فعلا هم بعد از وقت مصروف تحصیلیم، فعلا 15 شریعت ای میخونم سال سوم ما شروع شده دیگه که ماشاءالله. انشاءالله که مبارک باشه و خیر باشه. ماشاءالله آقای صالحی چند رشته همزمان، حالا دو رشته تمام کردن، رشته دیگه سوم رو دارن تمام میکنن. مطمئنم حتما خود رشته طب هم در ردیف قرار داره دیگه، باید به تعقیب ظهور تعقیب خواهد کرده. خب چون ما از اون زمان خردسالی علاقه داشتم که دو رشته بخونم، اما تصمیم بوده وقتی تصمیم باشه هر کاری میشه. ما از اون وقتی که تصمیم داشتم بیاگ رشته خلاص شد، باز رشته بعدی شروع کردم. خب رشته طب که هست چون موضوع رشته نرسینگ با رشته طب فرق میکنه و تا فعلا رشته نرسینگ به بین جامعه افغانی رایج نشده که چی رشته هست، چی خصوصیاتی داره. ما تا فعلا روی رشته طب کار نکردیم که آیا بخونیم یا نخونیم، چون خود همی رشته نرسینگ هست به نوبه خود 85% کار یک مریض توسط خدمات صحیح توسط یک نرس انجام میشه. منتها متاسفانه تا فعلا به جامعه ما این رایج نشده که این رشته نرسینگ یا سابق شناخته نشده که این چی هست. سابق به نام دیگه میگفتم، حالا نرس میگم یا بعضی نماین دکتر میگم، منتها ما همون نرس هستم، ما افتخار میکنیم. خب از وزارت محترم صحت عامه خواهشمندیم که همچون دیگر رشته که در افغانستان هسته، رشته نرسینگ متاسفانه به هرات سه ساله تدریس میشه به نام نرسینگ هالیک هست. جلو بود فلچر بود، دو ساله میخوندم از 12 فارغ میشدم. حالا بر علاوه از طریق کنکور عمومی راهیاب میشم و سه ساله میخونم. رشته نرسینگ هالیک رشته که به دیگه کشورهای جهان به سطح لیسانس و حتی ماستر و دکترا داره، اما تا فعلا به افغانستان نشده که بیایم روی از این کار بکنم. هرچی قدم بخش نرسینگ داد خیلی میکنم
تا فعلا کسی نشنیده، صدای اینو نشنیده که انشاءالله که روزی برسه که منیس لیسانس حالا شما خاص شما هست محسوب بشه و فارغین نرسینگ. جناب آقای سوالی، در حالا شما در رشته نرسینگ گرفتیم کار میکنین، چی شد که باز علاقمند رشته شرعیات بشیم؟ آیا دوست داریم که در آینده همو شغل وظیفه‌ای تغییر بدین بریم بخش دیگری کار بکنین؟ خب تا فعلا که اون روی از او کار نمیکنه که تغییر رشته بدیم، چون ما از واقعیت نگذاریم، در اصل ما جلوتر از اینکه رشته طبابت پا بگذارم، ما حافظ قرآن هم بودم که باز نظر به اینکه کنکور بود و انتخاب بود، اگه انتخاب مجبور بودیم به همین انتخاب بفتادیم و چون خود ما انتخاب کرده بودم و افتخارم میکردم، روزای اول درست شاید کمی برای ما کمی مشکل بوده که میگفتیم چی رقم باشه که از بخش چی بیاییم به بخش طبابت، منطقه در آخر سعی کردیم که به خیر ما بوده و خود بخاطر از این رشته شریعت انتخاب کردم، چون معلومات دینی بالا بره و پلی افس قرآن بتونم بسیار نیک بتونیم علوم دینی رو بیاموزیم. بیاموزیم بسیار نیک. انشاءالله که روزی شاید باشیم که از اونجا انشاءالله فارغ بشین و به آرزوها و اهداف خود برسین. جناب آقای صالح ممنون از اینکه در برنامه تشریف آوردین. و سوال دیگه‌ام که میخوام پرسام بکنم، تا این دم رمضان چگونه سپری کردین؟ سوال بسیار به جای فرمودیم. رمضان ما تا فعلا با وجود از اینکه بعضی شبان در شفاخانه نکری بودیم، تا فعلا خوب بود که به چی بگیم، به چی حالتی بگیم، فکر کنیم حالا 25 روز تقریبا 25 روز تیر شده، نمیفهمیم که به چی حالت تیر شده. یعنی خود من به می فکرم که دیگه سالا حداقل یک تنوعی برای ما ایجاد میشد که ما کمی سخت تیر میشد، اما امسال نمیفهمم که ایشته تیر شده و مال سیل میکنه که یعنی 25 روز تیر شده دیگه، خیلی زود تیر شد متاسفانه بگیم رمضان تا فعلا دیگه. امیدواریم که از این به بعد روزای باقی مانده درستی استفاده بشه و در قسمت رمضان که بود ما دیگه سالا به مسجد جامع خود ختم داشتیم، با خود من ختم قرآن را انجام میخوندم، ختم قرآن عظیم الشان، منتها متاسفانه امسال به خاطر کرونا، ویروس کرونا، در خانه ختم را انجام دادم. خب بسیار نیک، خوبه که ختم را داریم این سال هم. بله. بسیار نیک، انشاءالله که موفق باشیم جناب آقای صالح. اگر گفتنی دیگری داریم بیننده های عزیز ما بیننده هستن و میخواییم که صحبت های شما بشنویم، بفرمایید. خب گفتنی ما به بینندگان عزیز اینه که چند روز اندک که از رمضان مانده، چند روز امیده که به طاعات و عبادات سپری کنیم و که نشه که باز افسوس بخوریم. و از این بینندگان عزیز خواهشمندم که در حق من و به حق همکارانم در شفاخانه ویزوی و به حق همه مسلمین دعا کنیم که خداوند این ویروس مهلک را از کشور ما و از کل جهان نابود کنه. انشاءالله. تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین جناب آقای صالح. بیننده عزیز سپاسگزار هستیم از جناب آقای صالح، واقعا مسئولیت های زیادی دارن و سپاسگزار هستیم که باز هم وقت دادن در برنامه تشریف آوردن. بخش بعدی برنامه را انشاءالله خدمت شما تقدیم میکنم، اما قبل از یک میان برنامه کوتاه میگیریم.